در پی اقدام حکومت ایران به اهانت به مقام شامخ مرجعیت شیعه و دستگیری آیت الله سید حسین شیرازی خبرگزاری های مختلف در سراسر جهان و به زبان های مختلف این اقدام غیر انسانی و مقایر قوانین حقوق بشری را پوشش دادند. به گزارش بخش مانیتورینگ خبرگزاری شی ویوز شبکه های خبری مختلف جهان پایگاه های اینترنتی خبری و صفحات خبری در شبکه های اجتماعی مختلف دستگیری آیت الله سید حسین شیرازی را پوشش داده و خبر تجمع های اعتراضی در اقصانوقات جهان را منتشر کردند. شبکه های خبری به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، ترکی و روسی با انتشار خبر دستگیری آیت الله سید حسین شیرازی فرزند مرجال قدر جهان تشیع حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو وضعیت آزادی بیان در ایران را به نقد گذاشتند برخی خبرگزاری ها با بیان فشارهای وارده از سوی حکومت ایران به بیت مرجعیت شیعه از سالهای گذشته انتقاد آیت الله سید حسین شیرازی به حکومت ایران را سبب بازداشت وی معرفی کردند به گفته ی رسانه های مذکور این حادثه اولین حادثه ای نیست که مرجعیت شیعه مورد حتک حرمت از سوی مقامات حکومتی ایران قرار می گیرد. کارشناسان حاضر در گفتگوهای خبری نیز دلیل واضح این حد که حرمت ها را استقلال داشتن مرجال قدر آیت الله عظما و دعوت مستمر ایشان از حوزه های علمی جهت حفظ استقلال از حکومت ها دانستند از سوی دیگر خیلی کسیری از رسانه ها و پایگاه های خبری جهان بازداشت و اهانت به فرزند مرجعیت از سوی معموران امنیتی حکومت ایران را به شدت محکوم کردند و آن را عملی غیر انسانی خواندند. در همین راستا می توان به خبرگزاری آرتی روسیه، بی بی سی انگلیس، الوطن کویت، الشرقیه، السومریه و دجله عراق، خبرگزاری رسمی ترکیه، و سایت های بیشمار خبری اشاره کرد که این اقدام ضد حقوق بشری ایران را پوشش داده و در مورد آن و عواقبش به بحث و بررسی پرداخت.